همکارم شبنم آذر اینجا همراه ما در استودیو برای پرداختن به اولا افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان و بیانیه‌ای که معلمان صادر کردن رو بیشتر جزئیاتش رو ازت بشنویم. ببینید در واقع این فشارهایی که بر معلمان و کلا جامعه فرهنگیان هست الان سال‌هاست که وجود داره، از زمانی که تشکل‌های صنفی فرهنگیان تشکیل شد و تلاش شد که این تشکل‌ها رو بر هم بزنن، مدیران، رؤسا، معاونان، سخنگوهای این تشکل‌ها رو دائما در رسانه مختلف بازداشت کردن و در واقع همه این افراد الان سالهاست که در این فشارها هستن. در طی این اعتراضات طبیعتا فشارها بیشتر شده. آقای نیکخواه، مسعود نیکخواه که همین الان خبرش رو خوندی، خب ایشون الان مدت هاست که در زندان هستن، هفته پیش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در زندان و علت ضرب و شتم هم هیچ چیزی نبوده به جز اینکه محبوبیتی که ایشون در زندان پیدا کردن، کمکی که به دیگران میکردن، جوانترها رو راهنمایی میکردن و حتی همین هم تحمل نشد و ایشون مورد ضرب و شتم در واقع کار معلمی رو ادامه میداده. دقیقاً همینطوره و به همین دلیل هم هست که دیروز رفتن دیدار خانواده‌شون برای همدلی با خانواده ایشون. در واقع میخوام بگم که این فشارها به شکل‌های مختلفی وجود داره، به وجود به خصوص الان که برای اولین بار در طول این سالها دانش آموزا هم به این جنبش‌ها پیوستن، بنابراین اینجا معلم‌ها هم به چند دسته تقسیم میشن، مدیران هم همینطور، معلمانی هستن که از این بچه‌ها حمایت میکنن، اجازه نمیدن فیلم دوربینا به دست حراست برسه و معلمانی هم هستن و یا ناظم‌ها و یا مدیرانی هم هستن که اینها همکاری میکنن به طور کامل با حراست آموزش و پرورش. در یکی از همین خبرها که خونی خانم زهرا لوری، متاسفانه خبر بسیار تاسف باری بود که در کرمان، ایشون در واقع مدرک دکترا داشتن، ایشون عضو شورای شهر بودن به عنوان یک زن در گذشته و در این حال مدیر یک مدرسه بودن و فقط برای اینکه از دانش آموزا حمایت کردن به شدت تحت فشار در حال حاضر که مردم در شبکه‌های اجتماعی از ایشون به نام قهرمان یاد می‌کنن. اما یه موضوع دیگه‌ای که بعد بهش بپردازیم، افزایش فشارها روی هنرمندان هست به خصوص بعد از انتشار این ویدیوی اخیر. همینطوره. ببینید الان از ابتدای یک لیست جمع‌آوری شده که نشون میده دست کم در این لیست تا الان تا اول آذر حداقل 170 هنرمند، روزنامه نگار و فعال فرهنگی یا بازداشت شدن یا احضار شدن یا در زندان هستند و این خیلی آمار زیاد. بله و این تعداد 170 نفر در واقع تازه کسانی هستند که به هر حال شناخته شده اند تا حدودی، ممکنه کسانی باشن در شهرهای کوچک و بزرگ که ما ندونیم که در واقع اینها این افراد در واقع الان در چه شرایطی هستن. غالبا اینا احضار شدن یا بازداشتهایی داشتن، بعضی ها با وثیقه آزاد شدن، بعضی ها هنوز در زندان هستن و ما در چنین شرایطی که الان این فشاری هنرمندا هست میبینیم که بر اساس همین خبری که امروز دیدیم و این ویدئویی که الان دیدیم، خانم سهیلا گلستانی که خب به حجاب اجباری اعتراض کردن به این ترتیب و آقای حمید پورآذری و بقیه خانمای هنرمندی که حجاب هاشونو برداشتن، اینها الان همشون در واقع تحت نظر هستن، بازداشت میشن و به هر حال برخوردهای قهری میشه، در حالی که یک انتخاب کاملا شخصی است که بخوان با حجاب باشن یا نباشن و این موضوعی است که به هر حال نظام نمیتونه تحمل بکنه و میبینیم که چه برخوردهایی میکنه با این شیوه هنرمندانه و مسالمت آمیزی که اینا این اعتراض رو اعلام میکنن. واقعا بازداشتشون خیلی تعجب برانگیزه. همینطور چند وقت پیش یه بیانیه‌ای دادن تئاتریا، گفتن که ما دیگه در هیچ تئاتری که مجبور باشیم حجاب اجباری رو تحمل کنیم یا پوشش اجباری رو تحمل کنیم در واقع شرکت نخواهیم کرد و بازی نخواهیم کرد و این اعتراضات مدنی، این روش‌های مدنی به شدت کارسازه با وجود اینکه ما می‌بینیم که این برخوردهای قهری باش میشه.